دارم. راستی عربستان داعش رو بالو پر داده؟ راستی عربستان در فرو ریختن برج‌های بیزنس سنتر نیویورک دست داشته؟ چه چیزایی ما میشنویم و چه چیزایی میبینیم؟ در زندگیم تصور این رو نمیتونستم بکنم که روزی میتونم بشینم روی اینترنت سوختن یک جوان رو بدون هیچ دلیلی ببینم. تمام روز و شبم داغون شد و باریکالله به ملک حسین، پادشاه اردن، واقعا نشون داد که شاه بودن یعنی چی. سفرش نصف کاره گذاشت، برگشت، لباس نظامی پوشید، کنترل کرد، خودشم سوار هواپیما شد و رفت جلو. آیا بمباران کردن هایی که کشور اردن الان داعش رو داره انجام میده در مقابل بمباران هایی که آمریکا کرده پشیزی است؟ چیز مهمی است؟ خیر. اما جنبه سیاسی و اجتماعیش نگاه بکنید. پادشاهی که شاید آنچنان محبوب نبود امروز محبوبه، کلامش اثر میکنه و اینه که انسان وقتی که کار درست رو باید بکنه کار درست رو میکنه. خانم ها آقایان، به خاطر این اتفاق وحشتناکی که افتاد، داعش و سوزاندن این جوان اردنی، حیف دیدم که در این برنامه به مقوله دیگری بپردازم. به همین دلیل دوست نازنینم رو مزاحم شدم و زودتر از موعد مقرر ازش خواهش کردم که بیاد و امشب راجع به این مسائل صحبت بکنیم. خانم و آقایان، دکتر رابرت بامبان. سلام عرض کردم، درود بر شما. آقای بامبان، قبل از هر چیز، آیا عربستان در به وجود اومدن داعش نقشی داره؟ من در جلسه بودم که شواهدی بودش، حرفایی میزدن آدمایی که نه، بهتره که من اول این ازتون بپرسم، ما چقدر به این اخبارهایی که خبرهایی که در ارتباطات جمعی عمومی میادش، نه رسمی، میتونیم اعتبار بدیم و بهشون اهمیت بدیم؟ یه چیزایی رو بعضی وقتا صحبت میکنن که آدم خیلی شک میکنه و باورش هم نمیشه. تکلیف ما چی باید باشه؟ خدمتتون عرض کنم، پاسختون هم بله است هم خیر. در این که میگم بله است و خیر، چون اساسا بعد از اینکه القاعده در افغانستان و پاکستان به یک شکلی اون زیرساختارش خراب شد، اون سازش خراب شد، ما میدونیم وقتی که بن لادن اول اومد رفت با معلمین خودش و دیگه دوستانشون القاعده رو اینو آغاز کردن، اول یک سازمان خیریه بود، بعد به مرور به هر دلیلی شد اون سازمان کشتار و ترور که بعدش هم نابود شد. اینا 15000 نفر روی وقتی کامپیوترها اینا به دست اومد، اینا 15000 نفر رو نام نویسی کرده بودن. ضمن اینکه بگم القاعده با طالبان و نمیدونم با گروه های مجاهدین و دیگه خیلی فرق دارن. چون گاهی من میبینم میگن امریکا به القاعده کمک کرده، اینا یه موقع نمیدونم به اینا اسلحه داد. چنین نیست. امریکا هیچ وقت به القاعده کمک نکرده، اصلا چنین چیزی نیست. بله، به گروه های دیگه بودن، مثلا جنگجویان پنجشیر بودن، به اونا کمک میکرد که بعدش هم رهبرشون شاه مسعود کشته شد، ولی هیچ وقت کمک به القاعده نکرده. این سازمان که از بین رفت، خب یه مقدار 3000-4000 نفرشون کشته شدن، 3000-4000 نفرشون به خاطر سن بالا بازنشسته شدن، چند هزار نفرشون هم در همونجا پراکنده و بقیه هم رفتن به کشورهای خاورمیانه. به اینا هم گفتن افغان عرب. این افغان عربا که اومدن، بعدش هم یه دشون هم رفتن به افریقا، که نارامی هایی که ما در افریقا میبینیم شاید از همونجا باشه، آغازش از همونجا باشه. اینا در اونجا وارد سازمان های ناآرام منطقه شدن که اینا با دولت های خودشون هماهنگی نداشتن. شما میدونید خاورمیانه، آنچه که ما خاورمیانه مینامیم، چون خاورمیانه نامی نیست که بر اون منطقه ما گذاشته باشیم، مشرق زمینی ها یه نام دیگه داره واسه اونجا.
بین النهرین و غیره. این خاورمیانه که دائم شکلش عوض میشه از نظر استراتژیکی، امریکا و کشورهای دیگه میذارن و فرماندهی این خاورمیانه که نقشه رو میکشه سنتکومه که یک مرکز فرماندهی اون منطقه است که در فلوریدا میباشه. بعضی وقت میبینیم که تا مثلا تاجیکستان هم جزء اون منطقه میشه. بعضی وقت میبینیم تا مثلا الجزیره هم جزء خاورمیانه. بستگی داره از نظر نظامی چیه، ولی فرماندهی اون منطقه که مسئول مثلا امریکایی اون سنتکوم هر چندین سالی که تغییر و تحولاتی در چه بودن خاورمیانه میکنه، ولی اصولا اون زیر ساختار خاورمیانه که ما میشناسیم عربیه، حداقل عرب زبانن اکثریشون. در اون کشورهای عرب زبان حکومت هایی که بر سر کار بودن از زمانی که شکل دولت گرفتن، یعنی بعد از سقوط امپراتوری عثمانی یا از بین رفتن امپراتوری عثمانی، بسیاری از این کشورهای کاذب به درخواست انگلستان و فرانسه شکل گرفتن و حکومتی بر سر اصطلاح بر سر مصدر قدرت اومدن. این حکومت ها که بر مصدر قدرت اومدن به خواست مردم نبودن، یعنی حکومت هایی بودن که خانواده هایی بودن که وابسته به یک نوعی وابسته با بیگانه بودن، منطقه خانواده شناخته شده ای بودن، خانواده ای بودن که از خانواده هایی بودن که ایلات و اشعار و تبار منطقه بودن، رؤسای اینا بودن، به هر جهت با کمک بیگانه این اومدن سر کار. فاصله خیلی بزرگی هست بین حکومت ها و مردم در کشورهای عربی خاورمیانه. و در اون منطقه به شما بگم کشور اهمیت نداره. کشورهایی که اونجا شما میبینین از نظر جغرافیایی برای یک عربی که در یک دهی زندگی میکنه محدوده جغرافیایی از نظر سیاسی براش اهمیت نداره. در اونجا اول خانواده است، بعد مذهب، بعد مسائل دیگه، چهارم پنجم شاید کشور اهمیت داشته باشه. شاید دو کشوری که در منطقه بتونیم مشخصا بگیم بجز مذهب در اون منطقه کشور هم براشون اهمیت داشته باشه، یکی مصر، یکی ایران. این دوتا شکل دیگه ای دارن. ترکیه رو اسم نمیبرم چون من ترکیه رو جزء خاورمیانه نمیشناسم. با همه این حال اون خاورمیانه‌ای که ما به اون صورت میدیدیم به مرور شکسته شد، برای اینکه مردمش فاصله دولت ها با خارج فاصله هاشون کوتاه شد، کمتر شد، اونا بار سنگینی مخالفین خود رو نداشتن، افت کردن، شکست کردن، رفتن. اینو ما در کنفرانس های مختلفی که در دنیا میبینیم که جلساتی که میگرفتن مثل کنفرانس روم در 1968 که برای ایران تصمیم گرفته شد و همینجور کشور این گروه های که فکری هستن تصمیم میگیرن و عمل میکنن، اینا بودن که اینا رو سوس کردن، این حکومت ها لغزش پیدا کرد و از بین رفتن. آنچه که الان ما به این صورت میبینیم اومدن همین کارا رو انجام میدن و میکشن، این امت واقعی است، یعنی امت همینه، چیز دیگه ای نیست. و این شکل واقعی خاورمیانه است. اگر غیر از این باشه ما الان میگیم چرا دموکراسی اونجا نمیره، بعدا بهش میرسیم که چرا دموکراسی اونجا نمیره باشه وجود داشته باشه. و این حقیقت شکل خاورمیانه اینه که ما الان میبینیم. حکومت های دیگه ای هم که شما میبینید کم کم از بین خواهند رفت. همین چند روز پیش بود که دوباره ما دیدیم در یمن مثلا هوتی ها اومدن حکومت رو عوض کردن. الان به شما قول میدم ظرف چند ماه آینده دو تا یمن خواهیم داشت. سعودی ها سنی ها رو حمایت خواهند کرد، ایران هوتی ها رو داره حمایت میکنه، القاعده هم البته طرف سنی ها خواهد بود و در نتیجه خواهیم دید که دو تا یمن میشه. خاورمیانه به این صورت به شکل واقعیشو پیدا میکنه، یعنی خرد شده، پخش میشه به صورتی که همیشه بوده است. چرا باید پخش بشه؟ برای اینکه شکلش اینه، شکلی که جمع شده بود شکل کازه بود. زمانی که امپراتوری عثمانی بود اینا کشور نبودن، که بعد از سقوط اینا چنین شد. حتی تا امروز دولت ترکیه حس تملک داره نسبت به سوریه، میگه اصلا کشور نیست، مال منه. شما میدونید در خود داخل کشور سوریه حتی اون موقعی که هنوز چند پاره نشده بود و این بدن یک شکل بود، یک منطقه ای هست که اصلا ترکا در اونجا سرباز دارن، میگن این کشور ماست. اونجا یک قبر یکی از رهبرانشونه که عثمانی رو درست کرده بود در اون 1540-54 به بعد، اونجا قبرش اونجاست، به اونجا سرباز دارن سمبولیکلی، به صورت سمبولیک سرباز دارن و اونجا خاک خودشون میدونن، همیشه اونجا رو میدونن. و الان هم این حس امپراتوری عثمانی رو دوباره دارن به اصطلاح تقویت میکنن. حداقل اردوغان اونو میخواد ببینه که موفق نمیشه. در اون بازی های امپراتوری ایران موفق تر در اومده در این وسط، در این جریان ها. ولی اون شکل خاورمیانه که میبینیم همینه، ناهماهنگی، به اصطلاح اختشاش، زندگی ایلاتی. و اینو باید بدونیم در خاورمیانه سیاست نقشی، سیاستی که ما به در غرب میشناسیم نقشی نداره. اون حکومت هایی که اونجا بودن اون موقع که از غرب
حمایت می‌شدن، بله در اون موقع بود این این بود، ولی در فرهنگ خاورمیانه سیاست در این بینی که خاورمیانه به این شکل داشت آتش می‌گرفت و ایران می‌خواست دشمنان خودش از مرز خودش دور نگرداره، در سوریه بود، در سومالی بود، در سودان بود، با خرج کردن پول، دادن کمک به ارتشایی که به اصطلاح ما حالا ارتشایی میگیم که دولت ندارن، همونجور دفعه پیش هم صحبت کردیم، حزب الله و حماس و غیره، اینا رو تقویت میکرد و اینا ناآرامی‌های ایجاد میکردن. جنگ و جدالی که میباید در سر مرز ایران و نزدیک ایران باشه، اون فاصله داشت با ما. تا این ماجرای سوریه که پیش اومد و ایران عملا در اونجا دخالت کرد، دنیای عرب به طور کلی با ایران مخالفه، همونجور که ایران با دنیای عرب مخالفه و یه دشمنن. از این دشمنی طوری است که هیچ وقت به آشتی تبدیل نخواهد شد، من که یکی زورش از اونی که بیشتر باشه. وقتی که ایران در اونجا نیرو فرستاد و کمک هایی که انجام دادن، اونها متقابلا اومدن به نیروهای به اصطلاح همین داعش که القاعده باشن، بقایای القاعده باشن، کمک کردن که جنگو بیارن جلو و از سوریه اینا رو آوردن در منطقه‌ای که انبار عراق باشه، از عراق منطقه بعد شمالش رو تا اومدن رسیدن شهر مقصله گرفتن تا به 30 کیلومتری مرز ایران رسیدن، طوری که هواپیمای ایران همون روزهای اول که اینا مقصله گرفتن رفتن اونجا رو بمباردمان کردن. 4 تا جت F4 جتای 40 سال پیش آمریکایی رفتن اونجا بمباردمان کردن. این آغازی بود که با اینا شروع کردن جنگ کردن. بعد از اون به بعد ما میبینیم که اصلا نیروهای قدس در منطقه فرماندهی نیروهای عراق رو به عهده دارن، فرماندهی بعضی از نیروهای کرد به عهده دارن و مشاورت میکنن با ارتش، آنچه از ارتش سوریه باقی مونده است، به اصطلاح کمک میکنن به حزب الله از نظر راهنمای نظامی و غیره، به حماس همچنین، اصلا مرکز حماس داره به ایران میاد و البته در منطقه یمن هم به همین صورت ایران با فرستادن متخصصین و غیره. و همینه که میبینیم بسیاری از فرماندهان قدس، حداقل 3-4 تا از فرماندهان ارشد قدس در این ماجرا کشته شدن و اونا به اصطلاح اونایی که کشتن این القاعده، اونا هم آدم های متخصصی هستن، اون کسایی نیستن که از اینا که شما میبینین به صورت ارتش داعش ما میگیم، این ارتش داعشی ها توشون سربازای حرفه‌ای هست که در ارتش عراق یک زمان خدمت میکردن، الان چند تا هواپیما دارن، توپ و تانک همه چی دارن، یعنی کسایی نیستن که ایلات نیستن که کشاورز باشن، تفنگ برداشته باشن، دستشون برن این کار رو بخوان انجام بدن، اونا هم حرفه‌ای هستن. البته اینی که بگیم اینا یک نیرویی هستند که نمیشه باهاشون مبارزه کرد، نه، منتها این یک مثل کسی که تب داره باید تا صبح صبر کنیم که تبش تموم بشه، بعد آنتی‌بیوتیکی خورده تبش تا بشه، این طول میکشه. این مسئله هنوز تحریم ها باید برداشته بشه، هنوز جبهه بندی ها باید باشه. ولی ببینید امریکا وقتی میخواد اونجا رو بمباردمان کنه، این داعشی ها رو بمباردمان کنه، میاد مثلا در روز 5-6 بار بمباردمان میکنه. 20 سال پیش وقتی عراق رو می‌خواست بمباردمان کنه، روزی بین 1000 تا 1200 هدف رو میتونست بزنه. تمام این نیروهای داعش، تمام منطقه راقه که منطقه فرماندهی ایناست، میشه با کارپت بامبینگ کرد، اونجا رو صاف کرد، هواپیمای اصلا هیچی نمونه اونجا. متأسفانه این کارا رو هنوز نمی‌کنم، برای اینکه داد و ستد سیاسی، داد و ستد نفتی، داد و ستد منطقه‌ای باید به یه جایی برسه تا یک به اصطلاح نتیجه‌ای بخوان بگیرن. بین عربستان و بین آمریکا تمام منطقه و ایران است. بله، نه، بین همه هر کدوم یک نظریه‌ای داره. مثلا عربستان برای خودش یه استراتژی داره، امریکا برای خودش یه استراتژی دیگه داره. امریکا الان می‌بینه که در اون منطقه نمی‌خواد سرباز بفرسته، در صورتی که اینا 13000 تا سرباز می‌بینن در اردن دارن. اینا نیروهای مخصوصی هستند که اونجا هستن که اگر لازم باشه از اونجا برن به سوریه، نمیفرستن اونجا رو دارن. روسای 20000 نفر آماده دارن که بفرستن به سوریه اگر لازم باشه، نمیفرستن، آماده دارن. خب این داد ستد یه که بزرگترا با هم دیگه میکنن، کوچیکترا این وسط میسوزن. ما الان بخوایم نخواهیم مرحله ای رسیدیم که باید امریکا به ما این کمک رو بکنه که تحریما رو بردارن. اگر بر ندارن از نظر اقتصادی ایران اصلا ورشکسته، کاملا ورشکسته میشه. در نتیجه چی میشه؟ الان ایران وارد بازوی اجرایی امریکا شده، همون امریکایی که یه موقع شیطان بزرگ بود الان شده بازوی اجرایی اون. الان فردا پس فردا شما خواهید دید که اینا نیروی هم خواهند فرستاد، اصلا میجنگه دیگه، سپاه قدس برای امریکا میجنگه، برای کی میجنگه؟ اینا هستش. و در نتیجه عربا میدونن که اگر زیاد قیمت نفت بالا پایین بخوام بکنه، خب امریکا
وزنش، یا کشورهای دیگه، فقط امریکا نیست، کشورهایی که در منطقه هستن، اروپاییایی که در منطقه هستن میتونن تعادل رو به هم بزنن. نفت، بارها گفتم خدمتتون، نفت مالی کشور نیست، هیچ کشور نیست، نه مال عربستان، نه مال ایرانه. نفت یه چیزیه که این نعمتی که دارن، منتها این همه در اون سهیمن. اگر یه مدتی عربستان بتونه نه قیمت‌های نفت رو پایین بیاره یا زیاد استخراج کنه که قیمت بیاد پایین که به روسیه آسیب برسانه، چون منافع کشورهایی که در دوردست هستن حفظ میشه و دشمنانشون آسیب میبینن، چیزی نمیگن. ولی اگه یادتون باشه زمان، یعنی در تاریخ خونده باشین، که وقتی که ایران میخواست نفت رو صادر نکنه، انگلستان آماده شده بود که لشکرکش کنه به ایران. یعنی چون نفت رو برای نفت میرن، خیلی هم به اصطلاح منطقی به نظر من هم منطقی. نفت مال ما نیست، همونجور که بخوایم بگیم که تکنولوژی فقط باید مال امریکا باشه، ما ایرانی ها نمیتونیم ازش استفاده کنیم. تکنولوژی مال هم هست، هرچی که در این دنیا به این صورت هست برای بهبود زندگی رفع بشر مال هم هست، نمیشه محرمانه و خصوصی باشه. این داعش چه ماهیتی داره؟ چطوری شدش که به وجود اومد؟ من یه سخنانی شنیدم در مورد به وجود آنش که اصلا نمیخوام اشاره بکنم، برای اینکه مثل روایت هایی هستش که آدم میشنوه و نمیتونه در تخته به همدیه جفت نمیشه. ولی اینا کی هستن؟ کسانی هستن که نه معاملات بانکی دارن، نه رابطه ای با هیچ جایی دارن، نه خرید میتونن بکنن، فقط تصاحب میتونن بکنن و پولی که از بانک ها دزدیدن و یا نفتی که دارن الان میفروشن هستش. خب اینا کیان؟ کی به وجودشون آورد و در این کارهایی که دارن میکنن چه منظوری دارن؟ چه هدفی دارن که یک انسانی رو سر میبرن؟ چه هدفی دارن که یه آدم میزن تو آتیش؟ یه آدمی داشتش میگفتش، من باهاش صحبت میکردم، گوش که شما از نظر روانی نمیفهمید ماجرا چیه. این بهترین تبلیغاتیه که گروه دارش داره میکنه. با نمایش این صحنه ها کسانی هستن که از دیدن این صحنه ها لذت میبرن و اونها میرن والانتیر میشن، عضو دارش میشن. آیا واقعا اینه؟ ببینم چند تا شو سوال کردین، خدمتتون پاسخ بدم. نه تمنا میکنم خدمتتون عرض کنم، قسمت اول که داعش از کجا به وجود اومد، همینه گفتم که اینا بقای القاعده و نیروهایی هستن که شکست خورده از حکومت‌های خودشون هستن، سرشکسته از حکومت خودشون هستن، فرصتی است که بتونن انتقام بگیرن، به این صورت دارن انتقام میگیرن به امید یک خلیفه‌گری، یک خلیفه‌گری اسلامی، چیزی است که تمام منطقه میخواد، چیزی است که امروز ترکیه برای خودش یک خلیفه‌گری میخواد، منطقه خلیفه‌گری مثل عثمانی میخواد، چیزی است که یعنی خلیفه کسی که تمام اون منطقه رو بله الان زیر پوشش داشته الان باشه. الان ترکیه تمام سعیش اینه. چرا حمایت میکنه؟ ترکیه بخشی از نیروهای داعش رو حمایت میکنه، حمایت مالی میکنه، حمایت استراتژیکی میکنه، اسلحه میده، راهنمایی میکنه، دفاتر خلیفه‌گری در ترکیه هستن. ماجرایی که در کساب چند وقت پیش انجام گرفت با راهنمایی سازمان میت انجام گرفت. خب اینا چرا؟ اینا خودشون میخوان، آقای اردوغان میخواد یک خلیفه‌گری اسلامی مثل دورانی که امپراتوری عثمانی بود تشکیل بده. خامنه‌ای هم همینی میخواد. بله، اونی که آقای اردوغان میخواست به نتیجه نرسید. یعنی در کشورش مخالفینی که بودن، با اینکه نیروهای مخالف هم مذهبی هستن، منتها با نوع خلیفه‌گری که ایشون میخواست کشورگشایی همراه باشه نشد. ایران الان به طور به اصطلاح ضمنی به اون نتیجه رسیده که اگر اونا ناموفق بودن من موفق ترم، برای اینکه الان تقریبا بخش عمده ای از عراق دارم، تا بخشی از عمده که مثلا یک سوم عراق در دست منه، من نیروهایی در لبنان دارم، من نیروهایی در یمن دارم. خب این کشورگشایی به این صورته، این هستش. منتها این برمیگرده به اون فکر خلیفه‌گری که هست در بین تمام این ملل، و اون فکر واقعیه، حقیقیه، اون فکر سیاسی مذهبی منطقه است، اونو نمیتونیم تکذیب کنیم. تمام ببینید، من در گذشتم اینجوری بوده، در سالیان دورم چنین بوده است. الان مثلا الان عربستان سعودی بحرین احساس تملک میکنه نسبت به بحرین، میگه مال منه، کشورهای حاشیه خلیج فارس مال منن، اگه من یه چیزی میگم اونا نباید بگن. متأخب نگهبان و نگهدارنده دو تا مسجد مهم از نظر اسلام در کشور خودشه و هنوز به اون صورت سر قدرته، اما کشور ثابتی نیست. یعنی هر آن ممکنه اونجا ناآرامی بشه، هر آن ممکنه مثلا مهره ها جابجا بشن. و این چیزی هم که شما الان کمی بعدش فرمودین که آدم سوزوندن و غیره، به انواع دیگه در اونجا اجرا میشه. بعد از اومدن سر کار آقای پادشاه جدید سلمان، 5 تا گردن زدن
منتها ما به گردن زدن بیشتر عادت داریم تا آتش زدن. آتش زدن دلیل دیگری داره که بعد اگه خواسته میگم خدمتتون. من بفهمید. خدمتتون عرض کنم در این مورد بخصوص اینا اشتباه کردن داعشی‌ها. برای اینکه در دادگاهی که تشکیل دادن گفتن که این یک عربه و مسلمان مسلمان نباید بکشه طبق قرآن. این اومده بمب آتش‌زا ریخته رو ما و ما رو کشته. ما عمل متقابل به مثل میکنیم، یعنی این را هم همون بمبی که ریخته سوزونده ما این بمب رو میریزیم میریزه. رجوع میکنن به قرآن سوره بقره الجزو 1 آیه 178 و 79 که اونجا در آیات قصاصه که عمل به مثل بکنید. چون قبل از اون در دوران گذشته قبل از اینکه اسلام بیاد عربا وقتی میخواستن انتقام بگیرن اگر یکی کشته میشد میگفتن تمام خانواده اونا رو بکشید. وقتی که پیغمبر اومد گفت که شما تا اونجایی که اسراف نکنید، حالا در همه چی اسراف نکنید، در کشتن هم اسراف نکنید. اینا گفتن ما هم عمل به مثل میکنیم، ما رو با آتش کشته ما هم با آتش میکشیم. اما جایی که اشتباه کردن و امروز ما بینیم رهبران مذهبی مصر، رهبران مذهبی حتی اونایی که وهابی هستن، رهبر مذهبی القاعده اعتراض کرده به این مسئله که اینا این کاری که کردن باید محکوم و باید مجازات بشن. چرا؟ ما در قرآن در همون سوره بقره یک آیه داریم، آیه 23 یا 24، چون بعضی جاها عوض میشه این آیه. در اونجا برای بار اول درباره سوختن صحبت میکنه، میگه که در از کسانی که کافرن و کسانی که شکاکان، البته این شکاکان با شکاکانی که در فلسفه داریم تفاوت میکنه، چون در فلسفه میگه هر که شک کنه کار خوبی میکنه، دیگران هم به شک انداختن اونم کار خوبیه، ولی اینجا از شک به منظور به خداوند شک کردن. این شکاکان و کافران بعد از اینکه از اون پر صراط مثلا بگذرن، کسی که باید تصمیم بگیرن برن جهنم خداست نه ما. و در اون جهنمی که بیان میکنه در همون قرآن میگه در اونجا سنگ خاراست و هیزمش استخوان انسان هاست. اینا اومدن بدون اینکه اون آیه رو بدونن کار انجام دادن، یعنی اومدن آتش زدن، در کار خدا دخالت کردن. از نظر مذهبیونی که در اون منطقه هستن و حتی اون مذهبیون هم که با این داعش و خلیفه گری اسلامی موافقن از نظر رویدادهایی که انجام میگیره، با این نوع کشتن مخالف بودن، چون این نوع کشتن کار اینا نیست، چون در بدن انسان نفس و روح هست که اون که به اصطلاح وقتی جسم میسوزه و زجر میکشه اون خدا باید درباره تصمیم بگیره، نه آقای البغدادی نامی که فرماندهی اینا رو داره. برای همین میبینیم که رهبر به اصطلاح مذهبی القاعده عملا اومد گفت که اینایی که این کارو کردن شناسایی کنید و از بین ببرید. و برای همین بود که پادشاه عبدالله به اصطلاح فرزند ملک حسین که شما فرمودین خودش لباسو پوشید و رفت اونجا رو بمبادمان کرد، چون پشتش چیه؟ سیاست نیست، پشتش قرآنه. با اون قرآن گفت من اگه برم من مورد تایید میشم، چون مردمی که در اونجا بودن در کشورش بودن بعضیاشون طرفدارش بودن بعضیاشون طرفدارش نبودن، با این کار دیدن رفت و اصول قرآن رو اجرا کرد. یعنی منظورم در اونجا هنوز قرآن جلوتر از سیاست قرار داره. و این بود که مثلا امارات که مدتی بود اونجا پرواز نمی کرد، می گفت که شما می دونید این هفت ماهی که میرن اونجا می جنگن در هر جا، هر جبهه‌ای که برن، نه در فقط در اونجا، اصولا وقتی شکاری ها میرن بمباردمان میکنن یه پشتوانه دارن در یه فاصله معینی که اینا رو اگر هواپیماشون سقوط کنه یا بیفتن اینا، یه سری شکاری ها میان دوروبر رو پاک میکنن، بعد با هلیکوپتر میان اینا رو نجات میدن. در منطقه‌ای که اینا دارن خلیفه گری داره چنین چیزی نیست، یعنی اگه هواپا بیفته کسی نیست بره به کمک اینا، اونقدر دورن فاصله که اینا که هواپا از دور بمباردمان میکنن میرن یه هواپای بی‌سر نشینن یا راکتن. امارات چندی پیش یعنی یک ماه پیش گفت من دیگه این بمبار نمیفرستم هواپا ما، برای اینکه اگه بفرستم اونجا خلبانم بیفته کشته میشه. الان به اصطلاح به تکیه به اینکه اینا کار غیر اسلامی کردن، هم هواپیما فرستاد اونجا، هم به یک اسکادران F-16 فرستاد به اردن که به اونا کمک کنه. یعنی به این شکله سوختن این شخص اشتباهی بوده که نادانی بوده که از نظر مذهبی از نظر مذهبی بوده. شما فکر کنید که استراتژی سیاسی آمریکا در مقابله با این خلیفه گری چیه؟ خب خدمتتون عرض کنم آنچه که اولا خلیفه گری یعنی چی؟ یعنی کسی که یک خلیفه نشسته همه ازش تبعیت میکنن، یعنی این آدم فکر میکنه که تمام منطقه ازش تبعیت میکنن. نه خیر، بگم چه جوری. اگه آره خب برای این اجازه بدیم به یک فرهنگ مراجعه کنیم. فرهنگ
بار فرهنگی رو همه دارن، همه ملل دارن. اونی که در آمازون، جنگل‌های آمازون زندگی میکنه بار فرهنگی داره. من و شما هم که در اینجا زندگی می‌کنیم یه بار فرهنگی داریم. اونی هم که در ایران زندگی میکنه و یا بین داعش زندگی میکنه بار فرهنگی داره. اما بار تشخیصش گاهی اوقات به این صورته که تشخیص بار فرهنگی مهمه. بار فرهنگی این نیست که من بدونم هر هفته اپرا در کجاست برم، تفاوت اپرا با اپراتو بفهمم، یا شا هایفنس چه موزیک میزنه، یا مثلا یهودی منیوین چی کار میکنه، یا فلوریان زایباخ با استادیواریوس میزنه ویالونشو، یا نه. این فرهنگ نیست. فرهنگ، بیان فرهنگ به این صورت، کسی که بتونه تکلم کنه، صحبت کنه، این فرهنگه. کسی که بتونه ابزار معاش زندگیشو بدون از چه راهی به دست بیاره، فرهنگه. لباسی، تنپوشی که میپوشیم فرهنگه. همه از نظر بیولوژی احتیاج به غذا داریم، ولی نوع غذایی که انتخاب میکنیم فرهنگه. این فرهنگه. در ادامه این فرهنگ، در ادامه این فرهنگ ما مذهبم میبینیم که جلوتر از همه چیزهای دیگه اومده، جلوتر از سیاست اومده. در اگر البته فرهنگ تفاوت بسیار عمده ای هم دا و تمدن داره. وقتی که یه چرخش فکری بزرگی شد و انسانی که 13 میلیون 14 میلیون سال روی کره زمینه، چند هزار سال پیش تصمیم گرفت با یه چرخش فکری یک جانشین بشه، شهر درست کنه، و حالا اون شهر هم چجوری درست کرد داستان داره، ولی وقتی که شهر شد، اون تمدن پالیده شد، پاک شد، منزه شد، کم کم به مرور شد تمدن. اون تمدنی که شکل گرفت قانونمندی به خودش گرفت. یعنی اگر قبلا جادوگر و دکتر رو نمیدونم اینا همش یه نفر بودن، تخصصی شد، جدا شد. مذهب شکل قانونی گرفت، دولت شکل قانونی گرفت، جامعه شکل قانونی گرفت. این شد میشه تمدن. در این تمدن و اگر چرخش فکری که خدمتتون عرض کردم در چند هزار سال پیش اومد، در خاورمیانه‌ای که ما میشناسیم، خاورمیانه عربی یا مشرق زمینی که میشیم، 3000 سال قبل از میلاد مسیح. از این 3000 سال قبل از میلاد مسیح تا به امروز، سوای ادیان ابراهیمی که اومدن و همه اینها از مذهب صحبت میکنن، قبل از اونم ما لایه های مذهبی داشتیم، چون بت پرستی بوده، انواع طبیعت پرستی بوده، مجسمه پرستی بوده، هر چی که بوده. یعنی لایه مذهبی زیر ساختار اون منطقه است، ولی لایه سیاسی در اونجا وجود نداره. اگر لایه سیاسی هست، در چهارچوب مذهبه. پس اون از ابتدا در اون منطقه به همین صورت بوده. مذهبم چه میگه؟ مذهبم میگه یک نفر از والاتر و بالاتر از شماست، برای اینکه پاسخ‌ها رو میدونه. ما پاسخ‌ها رو در فلسفه در جای گیر میکنیم، نمیتونیم پیدا کنیم. علم پاسخ‌ها رو در جای پیدا میکنه، گیر میکنه، نمیتونه پیدا کنیم. مثلا موردی بگم، در مورد مردن ما بیان درست حسابی در پزشکی نداریم. جسمی که میفته روش میره، اونم تمام میشه، فلان کار نمیکنه، میره. ولی پاسخ نیست. اما در مذهب، حالا درست یا غلط، یه رای پیدا کردن که میگن بله بعد از مرگ چنین شد و چنان خواهد شد. اینه که در اونجا لایه‌های مذهبی به اضافه لایه‌های مذهبی قبل از اسلام و قبل از یهودیت و قبل از مسیحیت و زمان بت پرستی، تمام بر پایه اینه که یک نفر باید دانشمندی، یک توانایی اون بالا باشه، حالا اون دانشمند از نظر علم دانش نگفتم، از نظر دانش زندگی و مذهب باشه، بقیه بیان. یعنی ولایت فقیه به این نوع دیگه. حالا اون میخواد شکل پادشاهی پیدا میکنه، تک رهبری پادشاهی میشه، حتی به صورت جمهوری هم که در بیاد باز تک رهبری. شما الان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری یعنی انتخاب مردم، ولی مردم که نماینده انتخاب کردن، اون نماینده اگر ولایت فقیه قبول نداشته باشه که نمیتونه بره اونجا. در نتیجه بازم اون تک رهبریه. در از هر چارچوب و از هر زاویه‌ای که منطقه نگاه کنیم، این تک رهبری مذهبی بر سیاست حکم میکنه. اینه که الان در اون منطقه طبیعتاً هستن کسانی که سیاسی هستن، طبیعتاً هستن کسانی که میاندیشن، اما قدرتی ندارن. شما از تاریکی یک اندیشه رو وردار بیارید بر یک جامعه تاریکتر بذار بخواد روشن کن اون جامعه رو، خب اون جامعه‌ای که در تاریک زندگی میکنه نمیتونه روشنایی رو ببینه. اینه که به این صورت خواهد موند، چه حالا چه بعداً. آمریکا میتونه اگر بخواد خلیفه گری رو یه روزه نابود کنه؟ یه روزه نه، ولی میتونه نابود کنه. ببینید، اجازه بدین یکم باستر صحبت کنیم به این صورت که من یه دوستی دارم در فیسبوکش هر روز مینویسه رژیم جمهوری اسلامی باید بره، حتما باید بره، این اصلا نباید باشه، اگه باشه چه این است و چنان باید، این راه حل نیست که باید بره. شما یه چیزی رو که بخواین وردارین باید بتونین چی جاش بذارین، از به خاطر تنها به دلیل ناراحتی ما چیزی رو نداریم جانشین کنیم در اونجا. و در خاورمیانه هم همینطوره، چون زیر ساختاری که می‌خوایم جانشین اون زیر ساختار که باید بیاد از همونه، همون زیر ساختاره.
آنچه که از همون جنسه، از همون جنسه. لذا نمیشه این چیز چنین چیزی رو کرد. اینه که به این سادگی نیست که اگه بخوایم اونو ورداریم چیکارش بکنیم. الان منافع امریکا درسته چند نفر کشته میشن و نمیدونم سر بریده میشه و اینا، ولی ببینید این کشت بعد از ساختمانایی که در نیویورک زده شد، ساختمانای دوقلو به اصطلاح معروف به دوقلو، بلافاصله بعد از چند ماه دو تا کشور اسلامی، دو کشور اسلامی افغانستان و عراق حکومتشو از دست دادن. از اون به بعد آتشی در خاورمیانه روشن شد که همینجوری دامنشون رو گرفته و تمام این کشت کشتارهایی که میشه غربی‌ها دیگه دخیل نیستن، خود اونا دارن همدیگر رو میکشن در منطقه. یعنی الان اینا که کشته میشن، اینا از بمیرن، الان آسیبی به اینجا هنوز نرسید. یعنی توپ انداختن تو پاشون گفتن خودتون نه، بازی کنی. نه یه موقع شما کاری نداری، میذارین اونا کارشون رو انجام بدن. الان مثلا اونجا ناراحتی هایی که الان داعش ممکنه باشه، شما ببینید آسیبش به روسیه خیلی بیشتر میخوره تا به امریکا. این داعش قصد داره بره داغستان، این داعش قصد داره بره چچن، اینا واحداشون رو میفرستن آذربایجان، جمهوری آذربایجان، اینا واحداشون رو میفرستن به نخجوان که اینور به اصطلاح مال آذربایجان منتها سمت غربی ارمنستانه. خب اینا نهایتاً میخوان هدف دارن دیگه، اینا هدفشون اینه که برن اونجاها برسن. تا زمانی که با این میتونن بترسونن روسا رو، تا زمانی که روسیه همکاری میکنه، باج میده به اینا. روسیه اومد به خاطر همین مسئله که عربستان نفتش رو آورده بود پایین در سن پترزبورگ، جیره‌بندی غزا شد. امریکا اگه بخواد گوش عربستان رو بکشه، بلافاصله میکشه نفتو که الان 11 میلیون بشکه صادر میکنه 8 میلیون صادر میکنه. نفت دوباره قیمتش میره بالا. ولی الان در دادستدهای کلی اگر نگاه کنیم، بله به نفع به اصطلاح غرب و بعضی از این کشورهاست که هنوز تو معاملات جابجا بشه. همین نتیجه خواهد شد که ایران تحریم به اصطلاح اون توافقی که باید انجام بدن انجام بدن. خیلی از این چیزها هست که از نظر نظامی و سیاسی تفاوت دارن. از نظر نظامی امریکای نظامی امروز، امریکای کشور عنوان یک ابرقدرت، برابر است با تمام 11 کشور دیگه که بعد از امریکا از نظر نظامی قدرت دارن. در یک کف ترازو بذارید، امریکا راحت تر از اونها به صورت پیشی میگیره. اگه 11 کشور دیگه رو بذاریم، مثلا وزنه نیستن. اگر امریکا بخواد اونجا نیرو پیاده کنه، این کارو بکنه، خب معلومه که میتونه انجام بده. ولی شما ببینید امریکا رفت نیرو پیاده کرد در عراق، صدام حسین رو برد، همه میخواستن این کارو بکنه. عراق و صدام گرفته بود، ببخشید کویت رو گرفته بود، 29 کشور پشت سر امریکا وایستن اونجا رو رفتن گرفتن. ولی الان که یه مدتی گذشت، همه فراموش کردن که امریکا چه خدمتی اونجا کرده. اینا همه فراموش کردن که حکومت طالبان رو چه جوری آوردن پایین. حکومت طالبان رو آقای سهراب اخوان 11 نفر رو امریکایی رفت با یک هلیکوپتر و 7 میلیون دلار آورد پایین. CIA یک عده‌ای رفتن اونجا بدون شلیک یک گلوله. رفتن تاجیکستان یه هلیکوپتر دست دوم خریدن 1 میلیون دلار. با اون 7 میلیون دلار رفتن یه عده پول دادن به همین خود اینا. ظرف یه ماه بدون شلیک یک گلوله برگشتن 3 میلیون دلار هم از 7 میلیون دلار رو پس آوردن. یعنی اگه بخوان این کارو کنن میتونن بکنن. منتها شما ببینید منافع در یه زمانی ایجاب میکنه که حفظ منافع آینده هم توش باشه. در کشورهای دوروری این ماجرایی که اتفاق افتاده الان، ایران هستش، ترکیه هستش و اسرائیل هستش. این سه تا نسبت به داعش چجور فکر میکنن و آیا ازش میترسن؟ خب طبیعتاً اول اجازه بدید درباره اسرائیل صحبت کنیم. برای اسرائیل آمدن بهار عرب، حالا اسمش بهار عرب بود یا بعد شد زمستون و تابستون و عرب و اینا، این نارامی هایی که ما دیدیم، این نارامی ها در کل خیلی خوب بود. برای اینکه ارتش سوریه که یکی از قوی ترین ارتش های منطقه بود از بین رفت، از نظر اسرائیل دارم میگم، دید من نیست، دید اونا رو دارم میگم. از نظر اینکه ارتش عراق هم یک کشور خیلی قوی بود از نظر نظامی، اونم تقریبا ارتش از بین رفت. یک کشور دیگه مثل لیبی که خودش ارتش بزرگی نداشت اما پول زیادی داشت و نارامی ایجاد میکرد به فلسطینی های گروه های مختلف فلسطینی کمک مالی میکرد زمانی که هنوز معمر قدافی سرکاره بود، اونم از بین رفت. مصر به طور کلی چون یک رگه های قدیمی به اصطلاح ریشه‌ای ناسیونالیسم توش داره، زیاد مایل نبوده هیچ وقت با اسرائیل درگیر بشه.
اگر دیدیم چند بار درگیر شده در گذشته زمان عبدالناصر و غیره اینا، اون یا زمان بعد از سادات، این به خاطر این بود که رهبریت جهان عربو در دستش داشته باشه. یا مثلا وقتی که در زمان جمال عبدالناصر ما میبینیم 40,000 تا سرباز میفرستن با در یمن با ایلات و قبایل اون موقع بجنگن که اونجا علیه دولت اونا بودن، این به خاطر اینکه در جهان عرب نشون بده بسیار رهبریت جهان عرب داره. مصر مشکلی برای اسرائیل نداره، در خیلی شرایط از نظر اطلاعاتی از نظر نظامی با هم همکاری دارن. عربستان سعودی هم به خاطر ترس بزرگی که داره از ایران و ترس بزرگی از این که داره که اگر ایران یه روز اراده کنه میتونه بیاد اونور و اینا از نظر نظامی شاید نتونه کاری انجام بدن، با اسرائیل خیلی نزدیکه. این نزدیک. البته علنا نمیتونه بگه برای اینکه این نگهبان و نگهدار خانه کعبه است و غیره غیره، نمیتونه با اسرائیل، ولی همکاری های پشت پرده به اون صورت هست. لذا اسرائیل از اون نظر بعدش نمیاد این کشورهای عربی همدیگر رو بزنن. اگر حتی تنشی هم بین کشورهای بزرگتر مثل ایران با یک کشور دیگه پیش بیاد، بازم براش به اصطلاح چیزی نیست. اگر در مواقعی هم چون اینا آدمای اطلاعاتی زیاد دارن، لازم ببینن که خبری رو به کسی ندن که فاجعه بیافرینه، اون کارم خواهند کرد، یعنی خبر نخواهند داد، یا اگه لازم باشه خبر میدن. اینا به این صورت هستش. اینو باید در نظر بگیریم که اسرائیل از این ماجرای جنگایی که در این منطقه میشه سود میبره، ضرر نبرده. البته اسرائیل یک کشوری که دائم در خطره. IDF ارتش دفاعی اسرائیل همیشه باید آماده باشه، 100% باشه، همیشه تجربه های جدیدی رو آزمایش میکنه، برای اینکه همیشه اعراب هم راه چارهای مختلف رو پیدا میکنن و به مرور بین 20 تا 30 سال دیگه تعداد عربا در خود کشور اسرائیل از نظر زاد و ولد خیلی بیشتر خواهند شد. مسئله بزرگیه. این دائم خودشون فکر میکنن چیکار میکنن. مهاجرت در بیرون خیلی شده، اما اینا گاهی بهره برداری هم میکنن. مثلا اینا گفتن، منظورم اسرائیل، مثلا این رویدادهایی که الان در انگلستان شد و در فرانسه شد، و در انگلستان یه انتیسمیتیزمی راه افتاده و در اروپا در آلمان ها الان خیلی میخوان برگردن به اسرائیل. این اینو آنگرادیسمان میکنن، در نتیجه بسیاری تشویق میشن که برگردن به اونجا. حدود 20 سال پیش برای بار اول طبقه حرفه‌ای، خیلی حرفه‌ای اسرائیلی‌ها از کشور خارج می‌شدن، دکترا می‌رفتن، این برای اول بود، و شروع کردن برای زندگی بهتر به انگلستان، جاهای دیگه اومدن. الان میخوان دوباره برگردن چون احساس امنیت در اروپا دیگه نمیکنن، احساس امنیت در فرانسه، انگلستان، اینا کمتر. اینه که برمیگردن. اینه که اسرائیل از این نظر داره سود میبره. عربستان خدمتتون عرض کنم همیشه در خطر هست، همیشه در خطره. ایران چندین سال پیش حتی اصلا میخواست نیرو پیاده کنه، با از این قایق‌های تندرو میرفت اونجا، نیرو پیاده میکردن برمیگشتن، پیاده میکردن برمیگشتن. یک بار که عراقی سعودی‌ها شکاریای ایران رو زدن، دو تا هواپیمای شکاری ایران وارد خاک حریم هوایی سعودی شد. خلبانای عربی که اون پشت نشسته بودن، دو نفر اکابری دو نفره بودن، خواست برگرده. امریکایی که پشتش بود، اینا یه خلبان عرب بود یه خلبان امریکایی، مثلا خلبان دومش امریکایی بود، امریکایی کنترل کرد هواپیما و زد هواپیمای ایران رو برگشت. اون موقع ایران نفهمید، ولی امریکا این توانایی رو داشت و کار انجام داد، به اینا هم گفتن خب باید نشون بده. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن دیگه به خاک عراق، به خاک سعودی مستقیم حمله نشده، اما در اونجا شیطنت بازی میکنن. چرا؟ بر مثلا در منطقه ای هست که اونجا یک شهری است که شیعه نشینه، به اونجا پول میفرستن، گاهی هم نارامی هایی میشه، گاهی بمب گذاری هایی میشه، این کارا رو انجام میدن. ولی الان دیگه از اون مرحله گذشته که ایران الان اگه ایران بخواد نیرو پیاده کنه اونور دیگه خیلی خاطی میشه. ایران نگاهش به داعش چیه؟ خب ایران از داعش بعدش میاد، برای اینکه یک نیرویی است که میخواد اینا رو، اصلا سیستم فکری ایران رو اصلا وهابیت قبول نداره. وهابیت اصلا، حالا یه حرفایی اصلا درباره شیعه میزنن که اصلا نمیخوام اینجا تکرار کنم، ولی اصلا شیعه رو قبول ندارن، به هیچ سنیش قبول نداره، چه وهابیت که اصلا اینا رو قبول نداره، و ولایت فقیه و این سیستمو که ابدا. یعنی در نتیجه امیدواره و امیدوارن خیزی ها که در اون منطقه هستن و نارامی ایجاد میکنن که در ایران بشه روزی در بعضی از مناطق نارامی ایجاد کرد و این نارامی ها تبدیل بشه به جدایی و بعضی از مناطق کشور مثل غرب، شمال غرب که ایران، مثل منطقه بلوچستان، نه سیستان، چون سیستان خیلی شیعه است، قدرت شیعه زیاده، ولی بلوچستان اینا این فکرها هست، در فکرهاشون هستن. تعجب نخواهم کرد که اینا ما در ماهای آینده اگر این حملات قدس در اون منطقه بیشتر بشه، ما در
بعضی از جاهای شهرهای اصلی ایران مثل اصفهان، مثل تهران، حتی بمب‌گذاری انتحاری اینجور چیزا رو ببینیم. البته امیدوارم چنین چیز نباشه، چون سازمان اطلاعات امنیت سپاه و اطلاعات وزارت کشور و وزارت اطلاعات خیلی گسترده تر و پیشرفته تر در تکنولوژی و توانایی تا کشورهای همجوار ما. ترکیه چگونه به داعش نگاه میکنه؟ ترکیه الگوی خوبی براش بود، برای اینکه اوایل کار نمیکرد، اوایل میگفت که ببینم اینا به کجا میرسن، من میام رهبریت اینا رو میگیرم. بعد در یه مرحله ای که اینا رو هم کمک میکنه. الان داعش هم که میگیم یک بدنه، یک به اصطلاح یک نیروی، یک پارچه نیست، اینا گروه های مختلف هستن. الان هم بعضی از این واحدهای داعش در حالا خلیفه گری در دفتر دارن در ترکیه و خب سازمان میت اینا رو مراقب هستش، غیر مستقیم نه مستقیم به اینا کمک میکنه. از اینا زندگی رو چه شکلی میگردونن؟ کسانی که نه کشور رسمی هستن، نه با کسی داد و ستدی دارن، نه حساب بانکی دارن، نه خرید و فروش میتونن بکنن، فقط میتونن برن دزدی کنن و بگیرن و چنین نیست. ببینید شما وقتی اینا موصل رو گرفتن، موصل بزرگترین شهر، اینا همه رفتن پیشواز اینا، یعنی شهر به پیشواز اینا رفت. اینجوری نبود که نه. الان ناراحتی ایجاد شده، الان میان خونه ها رو میگردن، ولی اون روز اول که اینا وارد شدن خیلی مورد بسیار توجه قرار گرفتن. بعد اینا تجارت میکنن، چطور تجارت نمیکنن؟ اینو با خاکی که در اختیار دارن به اندازه بلژیک، خاکش، خاکی که زیر نظر دارن یا تحت نظر دارن یا نیرو دارن در اونجا، خب بالاخره امرار معاش از زندگی هست، اینا تجارت میکنن، تجارت زندگی میکنن، سینما هست، هتل هست، رستوران هست، پول خودشونو دارن، پول به اصطلاح مملکتشون خودشونو دارن. اصلا مملکت داعشی وجود داره، حالا خلیفه گری الان به عنوان یک کشور پایتخت دارن، راغب پایتختشه. یک کشورهایی در ولی کشوری که به هیچ کشور دیگه نمیشناسدش به رسمیت، خب هیچ کشوری نمیشناسه، ولی خیلی کار کشور... بانکی نمیتونن بکنن، کار بانکی انجام میدن. چرا اینا چه شکلی؟ الان پول مثلا شما نفت که روزی 3 تا 4 میلیون دلار اینا نفت میفروشن، نفت خیلی غیر، شما نفت مثلا عربستان سعودی میاد نفت میکنه 50 دلار، اینا میخوان 30 دلار، ها ترکیه میاد از اون نفت میخره. خب الان پول در مقابلش پول نقد میگیره دیگه، پول نقد میگیره دیگه. خب این پول نقدار رو یه جای انبار کرده، اگه اینا بزنن یه اون پول پولا رو همه رو بسوزونن از بین ببرن چی میشه؟ اونجوری اونجوری البته شاید این چیزا باشه، ولی این پول در گردشه. اینا پول تبدیل آدمای در این ور اونور دنیا دارن، آدمای در کشورهای افریقایی دارن، در میرن تجارت میکنن، اسلحه میخرن. از شما یک اسلحه، شما یه تانک که انگلستان فروخته بود به ایران، چیفتنا تفتن تانکای چیفتنا میخوام بگم 60 تا پوکه داده بودن، اگر 61 می‌خواستین شلیک کنه دیگه نداشتین. اگر روابطتون با انگلستان بد بود دیگه تموم شده بود. می‌خوام بگم چه جوریه. اسلحه‌ای که شما داشته باشین، هر اسلحه‌ای که باشه، این اسلحه باید مثلا اسلحه گوله روسی به اسلحه گوله آمریکایی نمی‌خوره. طوری درست می‌کنه بخوره. چرا؟ که همیشه کنترل داشته باشن. اینا از جاهایی که این اسلحه ها رو خریدن، یه اسلحه‌ای دارن که باید دائم هی جانشین بشه دیگه، اسلحه خراب میشه باید درست کنن، اسلحه باید تمام. اینا رو از کجا میارن؟ از کشورهایی که آمادن کارا رو انجام بدن. اینا و کشور افریقایی هستن، اینا و کشورهای به اصطلاح غیر قانونی، نه غیر قانونی، کشورهایی که قوقمایین دنیا رو زیر پا میذارن هستن، که اینا حاضرن برای پول هر کاری بکنن. شما برین کنگو، برین اگه یورانیوم هم بخواین تو بازارشون میتونین بخرین بیارین بیرون. که بود چند سال پیش تو گرجستان توی یه جعبه سیگار اورانیوم گذاشته بودن، آورده بودن ارمنستان بفروشن. یعنی آقای اخوان، بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 300 تا بمب اتمی گم شده، 300 تا بمب اتمی گم شده. حالا ما صحبت اصله این 300 تا بمب اتمی، اگر شما ببینید چه فاجعه خواهد بود. به یک، البته نگهداریش هم خیلی مشکله، هم وقت که ساختن بمب مشکله، دو برابر مشکل تر اونیه که نگهداریشه. اون بمب اتمی اگه دست یکی از اینا بیفته بعد ببینیم چیکار میکنن.